آب مایه حیات و ثروت طبیعی که افغانستان در اختیار دارد، اما تا هنوز نتوانسته که از آن استفاده درست کند. منابع آبی در خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور نقش مهم دارد. افغانستان یک کشور کوهستانی بوده و با داشتن منابع عظیمی از آب، اما باز هم بخش بزرگ کشور از داشتن آب محروم بوده و کشتزارهای آن کاملا خشک می باشد. افغانستان منابع سرشار آبی دارد که بخش بزرگ آن از کوههای هندوکش تأمین می شود. کوههای هندوکش با عظمت پوشیده از برفهای دائمی است، تقریبا بالاتر از 75% خاک افغانستان را پوشانیده است. مجموعاً کوههای هندوکش دارای طول 996 کیلومتر می باشد که 80% منابع آبی کشور را تشکیل می دهد. میانگین بارندگی در این مناطق از 250 الی 450 میلیمتر در سال است. بیشترین نقاط پر آب و شاداب را قسمت شمال شرقی افغانستان مانند کنر، نورستان و دره‌های پنجشیر، بدخشان و تخار تشکیل می‌دهند. قسمت‌های مرکزی کوههای هندوکش و کوههای بابا که ولایت‌های پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، شهر چغچران پلخمری و سرپل را احتوا نموده است، منبع بزرگ آبی کشور به حساب می آیند. اما افغانستان تنها از 25% این آب کار می گیرد و بخش بزرگ آن به کشورهای همسایه می رود. در نتیجه 57 میلیارد متر مکعب آن آب رودخانه های کشور را تشکیل می دهد. میانگین مقدار بارندگی در افغانستان 250 میلیمتر در متر مربع در سال است، که یعنی در یک سال در حدود 163 میلیارد متر مکعب بارش در کل افغانستان رخ می دهد، که در نتیجه 57 میلیارد متر مکعب آن آب رودخانه های کشور را تشکیل می دهد و 18 میلیارد متر مکعب آن به سفره های آب زیرزمینی نفوذ می کند و باقی مانده طور تبدیل به بخار و طور جذب در خاک و مقداری در وجود اجسام زنده ذخیره می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل و دانشگاه کابل، میزان آب در افغانستان به 2775 متر مکعب به ایزای هر نفر است. در صورت استفاده درست از این آبها، افزون بر ضرورت خود میتوان به کشورهای همجوار نیز برق و آب داد. میانگین ارتفاع در افغانستان 1200 متر از سطح دریا است. بلندترین نقطه افغانستان نوشاخ بدخشان است که دارای ارتفاع 7492 متر و پسترین نقطه رود آمو است که دارای ارتفاع 250 متر از سطح دریا می باشد. افغانستان 180 دریا در 5 حوزه دریایی کشور دارد، که از این میان 43 دریای آن بزرگ است، که از هر ولایت افغانستان حداقل 3 دریا می گذرد. هیچ ولایت افغانستان بدون دریا نیست. علاوه بر این هزاران چشمه، جوی و جویبار با این دریاها ملحق می شوند. مهمترین رودهای افغانستان که از کنار دشتهای پهناور می گذرد، عبارتند از رود آمو، رود هلمند، رود کابل، دریای اندراب یا قندوز، هری رود و رود مرغاب می باشد. آبهای افغانستان بر 5 حوزه بزرگ تقسیم شده است. 1. حوزه رود آمو، که متشکل از رودهای واخان، کوکچه، قندوز، اندراب، خنجان که در مجموع از 22 دریا تشکیل شده است. 2. حوزه دریای کابل، متشکل است از رودهای گلبهار، پنجشیر کابل، لوگر، کنر، علیشنگ و الینگار می باشد، که از 34 دریای کوچک و بزرگ تشکیل شده است. 3. حوزه هلمند، متشکل از 41 دریای بزرگ و کوچک است که شامل رودهای ارغنداب غزنی، ارغستان و موسا قلم می باشد. 4. حوزه غربی، متشکل از 18 دریا و دریاچه است که شامل رودهای هری رود، مرغاب، شیرین تگاب، قیصار و خاشرود می باشد. 5. حوزه دریای شمال، متشکل از 17 دریا و دریاچه است که شامل رودهای بلخاب و سرپل می باشد. بجز دریای بلخ، تمام حوزه های آبی افغانستان به کشورهای خارج می ریزد. در افغانستان همه ساله به مقدار 75 میلیارد متر مکعب آب می ریزد، که در این جمله از 20 میلیارد آن استفاده نموده
باقی رایگان به کشورهای همسایه می رود. دریای کندز یکی از دریاهای پر آب شمال افغانستان می باشد. این دریا از یخچالهای کوه و آبا که در 20 کیلومتری بامیان منشأ گرفته سمت شرق جریان یافته، حدود 50 کیلومتر در میان دره‌های هندوکش سمت دوشی سرازیر می شود و در حصه دوشی با دریای اندراب سالنگ شمالی یکجا شده پس از آب دادن پل خمری داخل ولایت کندز می شود. در این محدوده نام دریای سرخاب را اختیار می نماید. پس از زیراب ساختن کلزا 30 کیلومتر از شهر کندز گذشته با دریای خان آباد ملحق شده و سپس به دریای آمو می ریزد. ساحه تحت پوشش این دریا 31300 کیلومتر مربع است. حدود 30% گندم، برنج، حبوبات کشور از آبریزی این دریا به دست می آید. دریای کنر، این دریا از شاخه های متعدد به نام پشه‌ای، چترال و پیچ تشکیل یافته است. رود کنر را چترال سند نیز یاد می نمایند. طول این دریا به 480 کیلومتر بوده که در حدود 11 میلیارد متر مکعب آن داخل خاک پاکستان می شود. دریای کابل، این دریا از ارتفاع 3250 متری محدوده سنگلاق سرچشمه گرفته از دره اونی کوه پغمان از رودخانه هلمند جدا می شود. سپس جلگه میدان وردک را آبیاری نموده در ولسوالی چهارده وارد شهر کابل می شود. در چهل ستون با رود پغمان و در شینه با رود لوگر ملحق می شود. سپس در جلگه سروبی با رودخانه پنشیر ملحق شده به جلگه جلال آباد می ریزد. در اینجا رود کنر هم با اینجا ملحق شده از باسول داخل عراق آزاد قبایل مهمند کشور پاکستان می گردد. در اینجا رود کنر هم با اینجا ملحق شده از باسول داخل عراق آزاد قبایل مهمند کشور پاکستان می گردد. سرانجام به رود سند می ریزد. این رودخانه دارای 700 کیلومتر بوده که 460 کیلومتر آن از داخل خاک افغانستان جریان دارد. این رودخانه دارای اهمیت زیاد استراتژیک و اقتصادی می باشد. جلال آباد و لغمان دارای آفتاب فراوان و اقلیم گرم می باشد که برای کشت نبات، جواری، زیتون، شالی و سبزیجات خیلی مساعد است. زمین های این ولایت 3 بار در سال حاصل می دهد. دریای هلمند دومین رودخانه کشور می باشد که از سنگلاق با 80 کیلومتری غرب کابل سرچشمه گرفته و در شمال و جنوب غرب کوهستانات بهسود دایکندی و ارزگان را پشت سر گذاشته در کرشک داخل ریگستانهای دشت مارگو می شود. بعدن به طرف سیستان ایران جریان نموده به تالاب بین المللی هامون بین زابل و سیستان به ایران می ریزد. طول این رودخانه 1400 کیلومتر است. رودخانه هلمند در مجموع 386000 کیلومتر مربع را می تواند آبیاری کند و اگر آب این دریا درست استفاده شود می تواند تمام زمین های اطراف این رودخانه را زیر کشت محصولات زراعتی قرار داد. دریای آمو، این دریا از پامیر از ارتفاع 5000 متر منشأ گرفته از شمال شرق رو به جنوب غرب جریان پیدا می کند. در قسمت پنج خیل تند و با شتاب است که عبور از آن غیر ممکن است. در قسمت شمال شرقی بدخشان دریای آمو یک چرخ مثلثی زده باز هم به مسیر خود ادامه می دهد. آمو یکی از دریاهای معروف و تاریخی می باشد و پس از طی مسافت 8000 کیلومتر الا 8500 کیلومتر به دریای اورا می ریزد. زیر شاخه های دریای آمو شامل رود سرپل، بلخاب، خلم، کندز، خان‌آباد، اندراب و بامیان می باشد. در مجموع دریای آمو از 22 شاخه کوچک و بزرگ در بدخشان افغانستان و تاجیکستان به جریان می افتد. رود مرغاب،
این دریا که زیر شاخه آن دریای کاشانه است، از نقطه اتصال سفیدکوه و تیربند ترکستان سرچشمه گرفته به طرف غرب در وادی وسیع جریان دارد. در نزدیکی بالا مرغاب رود قیصار هم به آن علاوه شده، پس از عبور علاقه پنجده و آقتپه با رود کشک ملحق می شود و سرانجام پس از طی مسافت 990 کیلومتر به ریگستانی قراقرم ترکمنستان می ریزد. دریای خوشرود. ابتدا دو دریا هر کدام جداگانه، یکی به نام جنگلاب از سمت شرق سفیدکوه از منطقه چهلبرج و دیگری به نام تنگل از تنگه جلاب سرچشمه گرفته، پس از طی فاصله 871 کیلومتری با هم یک جا شده دریای هریرود را تشکیل می دهد. هریرود مسافت طولانی در داخل ولایت غور و با عبور از شهر چغچران مرکز آن ولایت وارد ولایت هرات می شود. سرانجام از مرز ایران گذشته در نواحی ذوالفقار وارد خاک ترکمنستان شده و در ریگستان های قراقرم ترکمنستان جذب می شود. دریای کشک. این دریا از غرب کوتل سبزک از دو منطقه تگاو و رباط سرچشمه می گیرد و مسیر جریان خود را به کشک کهنه ادامه داده و با عبور از خوش آسیاب سخت خود را به طرف شمال شرق در سنگبور چرخ داده و وارد ساحه چهل دختران شده و بالاخره به خاک ترکمنستان می ریزد. در حال حاضر در حدود 3,500,000 هکتار زمین قابل کشت در کشور به علت عدم کنترل آبهای داخلی و نبودن کانالهای داخلی برای کشت از کشت و بذر کردن دور مانده است. در ضمن سال هاست بیش از 75% آبهای افغانستان از شرق به پاکستان، از شمال به کشورهای آسیای میانه، از جنوب غرب به ایران می ریزد. توجه به عدم کنترل آبهای داخلی، خشکسالی های پی هم، پایین افتادن سطح آب زیر زمینی، نیازمندی افغانستان را به مدیریت بیشتر آبهایش نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. نیازمندی افغانستان با مدیریت بیشتر آبهایش نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. خشکسالی پدیده ای که نه تنها افغانستان بلکه بسیاری از کشورهای جهان را تکان داده است. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل فاو، افغانستان با یک بحران انسانی کم نظیر است. طبق آخرین ارزیابی IPC که نتایج آن در اول اپریل 2023 منتشر شد، حدود 17 میلیون نفر از مردم افغانستان، تقریبا 40% از جمعیت این کشور، با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی و سیاسی در کنار اثرات تغییرات اقلیمی نیز سبب تجدید این ناامنی غذایی شدند. در حالی که حدود 80% از مردم برای امرار معاش خود به کشاورزی متکی هستند، پیامدهای تغییرات آب و هوایی که به واسطه خشکسالی‌ها و آفات طبیعی گسترده قابل مشاهده است، عمیقاً برای دوره‌های رشد و ثمردهی محصولات اثر گذاشته و خطر کمبود غذایی را تشدید می‌کند. در نتیجه منابع آبی جزء اولویت‌های اصلی کشور به شمار می‌رود و می‌توانند به عنوان یک کاتالیزور در بخش کشاورزی راهی را برای بیرون رفت از بحران انسانی فزاینده این کشور ایجاد کنند. در میان زمین‌های بیابانی افغانستان ذخایر آبی فراوانی وجود دارد که همچنان دست نخورده باقی مانده است. جالب این که بیش از 80% آب این کشور از کوههای مرتفع هندوکش که بالغ به 2000 متر ارتفاع دارند سرچشمه می‌گیرد. این قله‌های پوشیده از برف به عنوان یک مخزن طبیعی عمل کرده و در فصل تابستان جریان مداوم آب و رودخانه‌های اصلی را تأمین می‌کند. اما افغانستان برغم برخورداری از این ثروت طبیعی با کمبودهای در زمینه زیرساخت‌های آبی مواجه است که همین مسئله چالش‌های بزرگی را در زمینه دسترسی بی‌وقفه با آب مصرفی کافی ایجاد می‌کند. وقایع ده‌ها سال جنگ و درگیری در این سرزمین مانع توسعه و پیشرفت گسترده زیرساخت‌های آبی به منظور تأمین نیازهای آبی مردم شده است. مدیریت منابع آبی کشور می‌تواند در سرنوشت نسل‌های آینده و اقتصاد کشور نقش مهمی را بازی کند. در صورتی که ما بتوانیم به صورت درست آبهای کشور را مدیریت کنیم، نه تنها ما را با خود کفایی رسانده بلکه به اندازه آب داریم
که همسایگان ما هم در یک تعامل می توانیم قراردادی با آنها داشته باشیم ایران، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان از کشورهایی هستند که از 5 حوزه دریای افغانستان سود می برند. اما افغانستان تنها با ایران موافقت نامه آب دارد. دولت به منظور استفاده مناسب از ظرفیت های آب و خاک و پروژه های زیربنایی آبی را آغاز کند تا اراضی خشک کشور را به اراضی و اماکن سبز گسترش دهد. تا جلو خطر پیشروی افزایش بیابان‌های بیش از حد و مخروبه‌های آبی که از اثر باران‌های موسمی باعث تخریب محیط زیست می‌شود گرفته شود و اراضی زراعت و باغ‌ها از اثر آمدن سیلاب‌ها در امان نگه داشته شود اجرای طرح‌های عمرانی در زمینه آبرسانی مانند وزارت خانه‌های زراعت و آبیاری، انرژی و آب، انکشاف دهات، شهرسازی و شهرداری‌ها، افزایش درختان و فضای سبز، وسیله برای بقای بشر و حفظ زیبایی محل است. بناً توجه دولت در قسمت کنترل و استفاده درست از منابع آب‌های افغانستان باعث زیبایی و سرسبزی کشور شده، و در قسمت فراوردهای زراعتی به خود کفایی خواهد رسید. تشکر که تا این دم با ما بودید. اگر تا اکنون کانال ما را سابسکرایب نکرده اید، همین حالا سابسکرایب کرده و با دوستانتان نیز شریک سازید. و در قسمت کامنت منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما در مورد این ویدیو هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.